سازمان جهانی عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری تخریب‌های گسترده و غیرقانونی منازل، مشاغل و اماکن مذهبی مسلمانان در هند شده است. این سازمان تخریب غیرقانونی اموال مسلمانان با استفاده از بولدوزر را بی‌رحمانه و وحشتناک توصیف کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل در روز چهارشنبه 18 بهمن دو گزارش با عنوان اگر صحبت کنید خانه تان خراب می شود منتشر کرد. این گزارش ها تخریب کیفری اموال مسلمانان در حداقل 5 ایالت با استفاده از بولدوزرها را مستند می کند و آن را کمپین نفرت انگیز علیه جامعه اقلیت می نامد. دبیر کل عفو بین‌الملل ابراز نگرانی عمیق کرد و اظهار داشت تخریب غیرقانونی اموال مسلمانان توسط مقامات هندی که به عنوان عدالت بولدوزر معرفی شدند بی‌رحمانه و وحشتناک است. چنین جابجایی و سلب مالکیت عمیقا ناعادلانه، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است. آنها خانواده‌ها را نابود می‌کنند و باید فوراً متوقف شوند. این سازمان در یادداشتی مطبوعاتی از دولت هند خواست تا سیاست واقعی تخریب خانه‌های مردم را به عنوان نوعی مجازات فراغذایی فوراً متوقف کند و اطمینان حاصل کند که هیچ کس در نتیجه اخراج اجباری بی خانمان نمی‌شود و افزود که غرامت کافی به همه کسانی که تحت تأثیر تخریب قرار گرفتند داده شود. بر اساس تحقیقات آن بین آوریل و ژوئن 2022 مقامات در 5 ایالت به دنبال خشونت‌های جمعی یا اعتراضات علیه تبعیض تخریب را به عنوان نوعی مجازات انجام دادند. گزارش‌ها به جزئیات 128 تخریب مستند می‌پردازند که حداقل 33 مورد از بولدوزرهای با مارک JCB به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است که بر 617 نفر که بی خانمان شدند یا از زندگی خود محروم شدند تأثیر می گذارد. بر اساس این گزارش ها مادیا پرادش تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جناتا بیشترین تعداد تخریب های تنبیهی را با 56 مورد گزارش کرد. بر اساس این گزارش تخریب هایی که اغلب تحت عنوان حذف ساخت و سازهای غیرقانونی انجام می شود ناقض قوانین حقوق بشر داخلی و بین المللی است. آنها همچنین تاکید کردند که مناطق متمرکز مسلمان هدف قرار گرفته در حالی که املاک متعلق به مسلمانان به طور انتخابی تخریب شدند و املاک متعلق به هندوها دست نخورده باقی مانده. اگرچه بولدوزرهای JCB تنها وسایل نقلیه مورد استفاده نیستند، اما بولدوزرهای JCB به برند منتخب تبدیل شدند و این شرکت نام مستعاری مانند هیئت کنترل جهادی را از رسانه‌های راستگرا و سیاستمداران به دست آورده است. عفو بین‌الملل پیش از این در رابطه با این موضوع به JCB نامه داده بود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی JCB مسئول رسیدگی به کارهایی است که خریداران شخص ثالث با تجهیزات آن انجام می‌دهند. علی اکبری، اخبار شیعه.